الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب چند تا روایت را ما در ارتباط با نفس زکیه مطرح کردیم، به 12 تا رسید؟ 11. روایت 12 را مرحوم نعمانی در کتاب غیبت به سند خودشون از عبایت ابن ربعی اسدی نقل می‌فرمان. بله؟ عبایت ابن ربعی اسدی، ایشون می‌فرماد که دخلت علی امیر المؤمنین علیه الصلوات المصلین اللهم صل علی و انا خامس و خمسه. ما 5 نفر بودیم که بر آقا وارد شدیم و من 5 بودم و اصغر القوم سنا، پس بله نمیتونه جزء صحابه باشد، در دوران حکومت امیرالمومنین از اینا سنش خیلی کمتر بود. فسمعته یقول، امیرالمومنین صحبت کردن برای حاضرین و فرمودن که حدثنی اخی رسول الله صلی الله علیه و سلم انه قال انی خاتم 1000 نبی و انک خاتم 1000 وصی و کلفت ما لم یکلفو، تکالیفی به من واگذار شده است که به حالا یا انبیاء دیگر واگذار نشده است، یا خطاب به امیرالمومنین است که یعنی ایشون میفهمد که من تکالیفی دارم که اوصیاء دیگر او تکالیف نداشتن. ظاهرا اولیه که پیامبر اکرم مکلف شده است به تکالیفی که انبیاء دیگر مکلف نشدن. خب عبایه میگه من این فرمایشی که از حضرت شنیدم ناراحت شدم، عجب با این مقامی که دارید چرا اینقدر به شما ظلم شد، لذا عرض کردم که قلت ما انصفک القوم یا امیر المؤمنین، به دید انصاف با تو برخورد نکردم. فقال لیس حیث تذهب بک المذاهب، بعضیه این نیست یا ابن اخی، صحبت انصافی حرفا نیست. والله انی لاعلم 1000 کلمه لا یعلمها غیری و غیر محمد. حالا این 1000 کنایه از کثرت بگیم یا نه واقعا 1000؟ اسماء الله چقدره؟ 1000 تاست؟ این کنایه است یا نه موضوعیت داره؟ واقعا 1000 تاست. اینجا می فهمد که 1000 کلمه من بلدم، احدی جز من و رسول الله اون رو نمی داند. شاید همین باشه. خب و انهم لیقرؤون منها آیه فی کتاب الله، یکی از آیات قرآن یکی از همون علومی است که من می دانم و کسی نمی داند. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سورة النمل در جلسات قبل اشاره کردم به این آیه شریفه در باب مهدویت زیاد استناد شده، شاید این مقداری که من به دست آوردم 12-13 مورده و بعضن هم تطبیقش داره، خود آقا بر خودشون تطبیق میدن. اینو باید ببینیم چیه این دابت الارض. بله
اخرجنا لهم دب و ما یتدبرونها حق تدبرها. این آیه نمیخونم ولی نمیدونم که تدبر نمیکنم، نمیدونم مراد چیه و کیه. الا اخبرکم، دیگه اینجا بیان نکردن امام، تطبیق را بیان نکرد، فقط اشاره کرد. بعد فرمودن که الا اخبرکم به آخر ملک بنی فلان. این بنی فلان توی روایات من به نظرم از دست برده و تصرف بعضی از رواته، یعنی در یه دوره قرار میگیرن که نمیتونن تصریح کنن، یا ترس از وضع، یا خودشون تعصب دارن. مثل بخاری، بخاری خودش تعصب داره، چند مورد اسم طرف را نمیبره. مغیرت ابن شعبه ظاهرا حرام فروشی میکرد، اون بله پیه مردار را میفروخت یا شراب میفروخت، شراب میفروخت. خبر به حکومت رسید، خبر به خلیفه رسید، لعنش کرد، لعن الله فلان. بخاری اسمش نمیاره، میگه فلان. شورا همه میگن مراد کیه؟ مغیره. خب روش بخاری اینه. حالا عبایه رو حالا من توضیح میدم. عبایه شخصیت از مریدهای حضرت و دوران عباسیین هم درک نکرده، بعید است که خودش تصرف کرده باشد، شاید دیگران. و اشاره به ملک بنی العباس، بله، الا اخبركم باخر ملك بني فلان. قلنا بلا يا امير المؤمنين، بفرمایید اخر ملكشون ملكوتشون بالاخره با کیه؟ قال قتل نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام من قوم من قريش كلما كثر القيود بله عز الوجود. این قیودی که اضافه شده، قصه و جریان را از کلی بودن خارج میکنه. اون بیانی که بعضی داشتن که قتل نفس اشاره به استباحه دماه، نه، این احتمال خیلی بعید. مراد شخصه، اما این شخص کیه؟ این یکی از روایاتی است که برای قتل نفس زکیه به آن استناد کردم. والذی فلق الحب و برا النسم ما لهم ملک بعده غیر خمس عشرت لیله. دیگه ملکی، ملکوتی، حکومتی اینا نخواهم داد جز 15 روز. یعنی بعد از قتل نفس زکیه 15 روز بعدش چی میگن؟ شمارش معکوس شروع میشه و 15 روز بعد بساطشون برچیده میشه. خب این ملک بنی عباسه، معلوم میشه که بله؟ یا ادامه دهن یا ملک امویینه. اگه ملک امویینه خب بله، یکیشو میفهمد اینا دنبال رو همونها هستن، هیچ شک و شبهی نیست. حالا ما باید بگیم روایت چیه میفهمد. اگر ملک بین عباس باشد باید بگیم اینا روی کار خواهند آمد،
ولی ظاهرا این قضیه و قتل نفس زکیه به دست بنی عباس نی، به دست پسمانده های بنی امیه است. اینها این کار نمیکنن. خب این فرمایشی که ایشون میفهمه البته تطبیقات ساده نیست، من با تطبیق خیلی میانه، اونم تطبیق به عنوان بله بد و قد، احتمال بد نیست، یکی از احتمالات. بله قلنا هل قبل هذا شيء او بعده من شيء، بالاخره قبل از قتل نفس زکیه یا بعد از قتل نفس زکیه چیزی علامتی هم هست. امام فرمود صیحه فی شهر رمضان، اگر اشتباه نکنم این روایت روایت قبلی را تأیید میکنه، یادتون هست؟ اولاهن الصیحه، اولین علامت صیحه. حالا بعضی اشکال میکنم میگن اگه این باشه داخل روایات دارد که ماه رجب، بعد یکی از دوستان خوب احتمال بدی نداد تا تحقیق کنیم، میگن منافات ندارد که اولیش صیحه باشد رجب سال بعد. سفیانی و فاصله سفیانی تا ظهور امام زمان حمل و امرأه، مگر اینکه بگیم از صیحه تا ظهور روایات داریم که میفهمند که در مثلا 4 ماه و اندی یا کمتر از 4، اگر یه همچین روایاتی داشته باشیم این توجیه مشکل میشه و الله توجیه بدی نیست. یعنی صیحه اولش باشد و سال بعدش، یعنی عرض که ماه مبارک دو سه ماه بعدش اول سال، نه این سال جدید، سال بعدش. حالا محتمل است فاصله باشه، ممکن تو ما بتونیم روایت را جمع کنیم. خب فقال صیحه فی شهر رمضان تفزع الیقظان، کسی که بیداره به وحشت میفته. و توقظ النائم، اونی که خوابه از خواب میپره. و تخرج الفتاة من خدرها، از اون محل امنشون، دیگه محل امن برشون احساس میکنه این محل محل امنی، میزنن بیرون از شدت وحشت. خب این روایت را عبایت ابن ربعی نقل میکنه، عبایه از این که آقای ذهبی میگه که روا عنه موسی بن طریف، موسی بن طریف بعدشون روایت نقل میکند کلاهما من غلات الشیعه. از این که ذهبی میگه این عبایه از غلات شیعه است، یادتون هست غالی شیعی غالی به کی میگن یا نه؟ نه فقط حب، حب و مقدم داشتن آقا امیر مؤمنین بر دیگران، میگه اینها از غلات شیعه هست. خب چرا از غلات شیعه است؟ میگه ایشون روایت نقل میکنه علی قسیم النار، چون روایت علی قسیم النار رو نقل کرده این میشه از غلات شیعه. بله بده هر حدیثی در فضائل نقل کنن میشن بله از غلات. حالا ما یک مراجعه بندازیم ببینیم کتب خود ما نسبت به ایشون چه میفرماند. شیخ طوسی در رجالشون ایشون را جز اصحاب امیر مؤمنین نقل میکنن. خب این خیلی بار مثبت نداره، چون رجال شیخ طوسی مبناش این است که معاصرت، مبناش معاصرته، هر کس که معاصر هر امام باشد میگه میفهمد من اصحاب، لذا زیاد ابن ابیرم میگه من اصحاب
امیرمومنین. عمر سعد هم میگه من اصحاب امام حسین. برخی نکته دیگری میفرماد من بله میفرماد من خواص اصحاب علی، این مهمه، اخره از افراد نخبه است و برگزیده است. ایشون یک روایتی را از حبابه نقل میکنه. عمران ابن میسم، شاید ابن میسم تمار باشد، عمران میگه که دخلت انا و عبایه. ببینید من توثیق خاصی براش پیدا نکردم، ولی از طریق همین بله روایات ما میخوایم به این نتیجه برسیم که ایشون فرد مثبت، اضافه بر اون که ذهبی چه گفته؟ من غلات شیعه. هر کسو که دیدید اینا بالمره ردش کردن، یه تأملی بکنید که مبنا باشد، ردش باشد. دیدید که ردش کردن، سریع مراجعه کنید به کتاب ببینید علت چیه. حالا این غلات شیعه. خب روایت دومی که نقل میکنه، عمران پسر دارم میسم تمار باشد، میگه دخل تو انا و عبایت الاسدی علا امرأ من بنی اسد، به زیارت یک بانوی از بنی اسد رفتیم. واقعا الان من عرض میکنم واقعا این بانو تحفه است، واقعا نمونه است. این بانو کی بود؟ کسی بود که 8 امام را زیارت کرده، 8 امام را ملاقات کرده و به اصطلاح امروز چی میگن؟ دفتر بله خاطرات. دفتر خاطرات گاهی درخواست میکنن که یه امضایی بکنن. این دفتر خاطرات داشت و 8 امام براش امضا کردن. این قصهش حتما مراجعه کنید، در کافی شریف آمده قصه، قصه حبابه والدیه. آقای عمران میگه که من با همین عبایه رفتیم خدمت حبابه والبیه، ایشون برامون حدیثی از امام حسین، ببین امام حسین در کتابهای ما و حتی کتابهای دیگه هم کم حدیثترین ائمه معصومه. ایشون برامون که حدیثی برامون حبابه نقل کرد عن الحسین. امام حسین هم حدیث را از پدر بزرگوارشان امیر المؤمنین که فرمودن نحن و شیعتنا علی الفطره و سائر الناس منها براق، بی خود معتن نشد. دیدید یه حدیث کوچیک که تحمل نکرد، انا قسیم النار تحملش نکرد. اون حدیث نقل شد برای من عبارات آقای ملا علی قاری، سردرد گرفتم که اینا چیکار میکنن حدیث تیر را که بعد سیاسی پیدا کرد. کسی هم نمیدونم اون شاعرم که این اشعار گفت سرود و این حدیث رو در شعر آورد، زندانش کردن، شکنجهش دادن، تظاهرات تو بصره شد، تهدید کردن که بالاخره زندان رو میشکنیم، در زندان رو میشکنیم، آزادش کنیم. ببینید تاریخ رو وقت دست محدثین این حدیث افتاد، ببین ملا علی قاری چی میگه. آخر میگه این حدیث اگر صحیح باشد با اعتقادات انس جور در نمیاد، بعد حدیث را بزن کنار. اعتقادات انس باید بذاری کنار، چرا حدیثی میذاری کنار؟ حالا ببینید ملا علی قاری چی میگه. خلاصه مولا میفهمد که علل فطره، کلو مولید یولد علل فطره، این ما هست و شیعان ما هست، دیگران نه. ایشون نقل میکنه. مطلب سوم را که ایشون نقل میکنه آقای عبایه، کان علی کفیعا ما یقول، من
پا درس آقا بودم، پا منبراشون بودم، صحبتاشون رو میشنیدم. ایشون مولا زیاد این جمله را میفرمود: سلونی قبل ان تفقدونی. این عبارت جدیدیست، من ندیده بودم، این مطلب جدیدیه. فوالله ما من ارض مخصبه، زمین حاصل خیز، ولا مجدبه، زمین خشک، ولا فئه تظل مئه او تهدی مئه، نه حزبی که یا صد نفر را هدایت کنن یا صد نفر را بله گمراه کنن. الا و انا اعلم قائدها و سائقها و نائقها الى یوم القیامه. تمام احزاب من میشناسم، نه الان که سال چهله و سال آخر عمر شریف امیر مومنه، نه، تا بله روز قیامت تمام احزاب رو من میشناسم. فرمان چی میگن؟ بله رؤسای حزب را، طرفداران حزب را، دبیر حزب را، سخنگوی حزب را، نائق دبیرش را میگن، دو برافر اون مبلغینش را میگن، همه را من میشناسم تا روز قیامت. خب این مطالبی است که امثال عبایه که اعتقاد به حضرت داره نقل میکنه. باز روایت دیگه ایشون نقل میکنه از حبه حرمی، میگه که خرجت مع علی الى وحر. وحر کجاست؟ نجف اشرف. بله کرارن مولا نجف میره. فرحت الغری را ببینید، مال ابن طاووس. این مدتی که حضرت آمده بودن عراق به طور خصوصی، یعنی چی میگن، تنهایی یا بعضی از افراد خاص، کرارن میرفتن نجف اشرف و صحبت میکردن، با ارواح صحبت میکردن. این تیکه ها را ببینید و مطالعه کنید. اون قصه صافی صفا را مرحوم والدمون در کتابشون نقل کردن، ببینید. مستحضر هستید که یا نه قصه صافی صفا را؟ رفتید نجف اشرف، سرقبرش هم رفتید، اما قصهش را ببینید در فرحت الغری. یکی از روزهایی که حضرت توی همون وادی سلام، همون نجف اشرف قدم می زدن، یعنی آقای سوار شطور است و جنازه هم کیه؟ کیه؟ برای چی ورده؟ عرض کرد پدرم وصیت کرده که من او را زهر الکوفه، یعنی همینجوری دفن کنم. برای چی وصیت کرده؟ و من از یمن آوردمش. برای چی؟ عرض کرد که فرموده است چون آقای اینجا دفن میشه، یدخل به شفاعتهی، به برکت شفاعت این آقا، مثل مضر و ربیع. طایفه مضر، طایفه ربیع از طایفه پر جمعیت بودن و کسی را میخواستن مثال به جمعیت زیاد بزن، به این طایفه مثال بزن. پدرم فرموده کسی اونجا دفن میشه که هزاران نفر به برکت شفاعت او وارده بهشت میشن. ببخشید بذار من اونجا دهتون کن، شاید به برکت او منم اهل بهشت میشم. امام یه نگاهی بهشون کرد و فرمود میدونی اون آقا کیه؟ خدا قسم اون آقا من هستم، من هستم در اینجا به خاک سپرده میشم. خلاصه این مطالبیست که واقعا باید مطالعهش کرد و برای مردم بازگو کرد، نقل کرد. نمیدونم، من نمیتونم بعد صحبت ها رو بکنم، اما تأکید میکنم بر فضائل. فضائل تا میتونید بازگو کنید. اونا که نگفتن ما هم سعی میکنیم، ولی که برچسب
بله قلوب ما نزنن ما هم نمیگیم. پس در تکمیل پروژه با هم دیگه چی هستیم؟ همکاری میکنیم، شریکیم. اونا نمیدن ما هم نمیگیم. خلاصه ایشون از حبه ارنی نقل میکند که بله خرجت مع علی الى الظهر فوقف بوادی السلام، ایستادن که انه مخاطب لاقوام، ایستادن صحبت میکردن، حرف میزدن، گویا با عده مشهور صحبت بودن. خب به نظر من عبایه مشکلی نداره، مشکلش همین است که آقای زهری گفته چیه؟ من غلات شیعه. خب این روایت را گفتیم مرحوم نعمانی این روایت را نقد میکنن در صفحه 258. حالا اگر خواسته باشیم بررسی سندی بکنیم یه مراجعه هم بیندازیم. خب آقای نعمانی از ابن عقده نقل میکنن، ابن عقده هم از ابن مهزیار، اونم از حماد ابن عیسی، اونم از حسین ابن مختار، اونم از عبدالرحمن ابن سیابه، ان امان ابن میثم. گمان نمیکنم بالاخره این متنش متن قویه، اصلا نیازی به بررسی سندی نیست. این روایت درسته علی ابن حسن. الان من خیلی به متنش گیر، به سندش گیر نمیدم، چون متن قویه، ولی یه سری مباحثی هست من در بعد از تعطیلات این مباحث رو انشاءالله اشاره خواهم کرد. روایت بعدی رو من سریع عرض بکنم، باز از امیر مؤمنینه، روایت چندم میشه؟ 13. روایتی است که ابن قتیبه نقلش میکنه در غریب الحدیث جلد 1 صفحه 370 و ابن ابی الحدید هم در شرح نهجش جلد 19 صفحه 131 اینو نقل میکنه. روایت اینه، قال ابو محمد فی حدیث علی ابن ابی مرسله انه قال، مولا فرمودن، ان بنی امیه لا یزالون یطعنون فی مسجد ضلاله. بالاخره همین جور سجل مسجد برخطی پروندهشون پرونده گمراهی است، روششون خطشون خط گمراهی است. ولهم فی الارض اجل و نهایه، هر کاری میخوام کت کیدک وسعه، بله هر کاری میخواد بکن بالاخره پایان دارید. حتی یهریق دم الحرام، همینجور اینها به جنایات خودشون ادامه میدن تا خونی که خدا حرامش کرده است در ماه حرام اون خون رو میریزن. والله لك اني انظر الى غرنوق من قريش يتشحط في دمه. اي من توضيح ميدم غرنوق يعني چي؟ فاذا فعلوا ذلك، اگر اين كار كردن، لم يبق لهم في الارض عاذر. ديگه حرفي چي ميگن کسی را نگذاشن که ازشون دفاع بکنند، دفاع کننده ای نخواهند داشت. ولم يبق لهم ملك على وجه الارض بعد 15 ليله. خب غرنوق مراجعه کنید، مجمع البحرین تریحی میفرماد که الشاب النائم، جوان بله نائم نرم، جوان شاداب. بعد میفرماد که غرنوق تلک الغرانیق
بعد آقای تورهی میفهمد که غرنوق فل اصل از ذکور من طیر الاب، من طیر الماء، پرنده هایی که کنار آمرغ داره، من طیر الماء، اون پرنده های ذکور را میگن، میگن غرنوق. بله غرانیق واحدها غرنوق یا غرنیق. حالا چرا بهش میگن غرنوق؟ سمیان لبیابه، خیلی سفیده. خب ضمناً من مدرک قبلی رو ندادم به شما، مدرک قبلی رو مال عبایه قاموس جلد 6 صفحه 57، مرحوم نمازی جلد 4 صفحه 363. خب اینم مجموع البحرین جلد 5 222. خب از این روایت، البته روایت مرسله، ولی همون مؤید روایت قبلی است، ولی روشنتره که قاتل این شخص کیه؟ بنی امیه است. حکام حجاز یه چیزی از امویینم او طرفترم، چون تاریخ را نگاه بکنید، تاریخ آل سعود نوشته ناصر سعید که بعد گرفتنش و کشتنش، اونجا ریشه شو نمیده، میگه اینا تمام از نوادگان مرحب یهودی هستن، اینا همشون بچه های خیبر هستن، اونجا ثابت کرده. خب پس این روایت مؤید روایت قبلیست، نفس زکیه است و 15 روز قبل از ظهور آقا به شهادت میرسه به دست بنی امیه. این روایت رو هم سریع بگم که روایت عمومی تمام بشه تا برسیم به روایت عامه. روایت سومی روایتی است که ابوالبختری از امیرالمومنین نقل میکنه که وددت ان النفس التي يذل الله عند قتلها قريشا ويخزيها قد قتلت. آرزو دارم اون نفس زکیه ای که به دست قریشی ها کشته میشه و بعد از اون ذلت خودشون را به دنبال دارد، چون قریشی ها با امیرالمؤمنین و با اهل بیت سر جنگ داشتن و دارند. تاریخ قریش را نگاه کنید، برخورد قریش را نگاه کنید، مالی بد قریش چقدر آقا بله گله میکند از اینها. میفرماد که امیدوارم که اون جوان کشته بشه که بعدش هم پیامدش چی باشد؟ ذلت شما قریشی ها باشد. خب این روایت را بله ابن حماد در فتن نقل میکند، صفحه 301، شماره حدیث 11 59. و این نهج الخلاص را هم بد نیست ببینید از جناب آقای فتلاوی، صفحه 537، ایشون این روایت را از اونجا نقل میکنن. خب این روایات در بعضن در یا اکثرا در کتب خاصه تمام شد، اون دو سه روایت از پیامبر اکرم اینارم در جلسه بعد نقل میکنم و بحثا جمع بندیش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.